سرخط خبرها گازپروم شیر گاز لتونی را بست قتلام عام اوکرینی اوکراینی با موشک های آمریکایی هیمارس و رابرت مالی مذاکره کننده آمریکا به تلاویو گفته از نظر من برجام دیگر مرده ایرانی ها پیشنهاد جدید بورل را نمیپذیرند سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید گازپروم شیر گاز لتونی را بست گازپروم شرکت قول انرژی روسیه روز شنبه ۳ جویگه اعلام کرد صدور گاز طبیعی به کشور لتونی را متوقف کرده است تصمیمی که در ارتباط مستقیم با جنگ روسیه علیه اوکراین است شرکت گازپروم با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود دلیل این تصمیم خود را تخطی لتونی از شرایط خرید گاز طبیعی روسیه اعلام کرده است کشور کوچک لتونی عضو اتحادیه اروپا در حوزه دریای بالتیک و با روسیه هم مرز است گازپرام تصمیم به قطع گاز صادراتی خود به لتونی را یک روز پس از اعلامیه لاتویاس گاز شرکت انرژی لتونی گرفت این شرکت روز گذشته اعلام کرد که بهای گاز وارداتی خود از روسیه را نه به روبل بلکه به یورو پرداخت می کند. پوتین رئیس جمهوری روسیه در باه مارس و در اوج تنش مسکو با اتحادیه اروپا گفت کشورهایی که دوست مسکو نیستند باید بهای گاز وارداتی خود از روسیه را به روبل بپردازند. ایران به طور فزاینده با فروش پهپادهای پیشرفته و مجهز به سلاحهای دقیق و مهلک در حال تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در زمینه صادرات پهپاد در جهان است همکنون روسیه ونزوئلا تاجیکستان ارمنستان اتیوپی سودان و عراق مشتری پهپادهای ایرانی هستند قتلعام اسرای اوکراینی با موشکهای آمریکایی هیمارس با املاد دیروز منابع خبری روسی اعلام کردند در تش با استفاده از راکت های دوربرد هیمارس یک کمپ مربوط به اسرای گردان آزوف را هدف قرار داده و دهها نفر از این اسرا کشته شدند این کم واقع در منطقه ی گیلنوفگا و در جنوب شهر دونست بوده است که جزو مناطق تازه تصرف شده توسط روسها و نیروهای متحد دی پی آر است. از قرار معلوم ارتش روسیه و سرای جدید اوکراینی که در این جبهه تسلیم می شدند را در این کم ساکن می کردند تا در فرصت مناسب به عقب برده شوند. اوکراینی ها به علت رسیدن اطلاعات نادرست و با فرض اینکه کمپ مورد نظر محل استراحت نیروهای روسی یا دی پی آر است با راکت انداز هیمارس با آن حمله کردند که در نتیجه آن بیش از 50 اسیر اوکراینی کشته شده و بیش از 140 نفر از آنها زخمی شدند. بخشی از بقایای راکت های جیمیل آر اس شلیک شده از راکت انداز هیمارس که به کمپ حسابت کرده نیست توسط رسانه های روسی جمع بری شده و فیلم آنها منتشر شده است. مقامات اوکراینی با رد این ادعاها معتقد هستند این موضوع بهانه تراشی روسیه برای کشتار و سرای اوکراینی بود است و رابرت مالی مذاکره کننده آمریکا به تلاویو گفته از نظر من برجام دیگر مرده ایرانی ها پیشنهاد جدید بورل را نمیپذیرند مقامات اسرائیلی با ارزیابی بورل موافق هستند یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی در بیت المقدس که خواست نامش فاش نشود به المانیتور گفت بورل سعی دارد تا زمانی که میتواند این لحظه را به تعویق بیاندازد اما او چاره دیگری نداشت توافق روی میز است به نظر میرسد هر دو طرف از تماس ها خسته شدند و به نظر میرسد به نقطه پایانی رسیدند این منبع ارشد خاطر نشان کرد آمریکایی ها نیز از این تحولات ناامید شدند راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اخیرا پیامی را به اسرائیل ابلاغ کرد و گفت که او معتقد نیست ایرانی ها متن پیشنهادی بورل را بپذیرند و افسود از نظر او مالی این توافق مرد است. مقامات اورشلیم از وضعیت فعلی راضی هستند. دورنما در اسرائیل در ابتدا برای یک تعویق انداختن توافق احیای برجام در ابتدا چندان قوی تلقی نمیشد. اما در حال حاضر به نظر می رسد که کارزار اسرائیل به یک پیروزی تاریخی برجسته دست یافته است. یک منبع دیپلماتیک ارشد در خاورمیانه که خواست نامش پاش نشود به المانیتور گفت در ایران نیز مخالفت شدیدی با این توافق وجود دارد. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما را سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.